آتش جنگ در روزها و هفته های اخیر در حال شعله‌ورتر شده که اینجا در دوحه قطر گروه های هیئت مذاکره کننده دولت و طالبان نشست های نفسگیر را برگزار می کنند. پیشبرد جنگ و گفتگو به طور همزمان منطقی نیست، اما برای طالبان می تواند پولی به سوی هدف مهم باشد. اهرم فشار برای امتیازات بیشتر در پشت میز مذاکرات. این جنگ گویا دست کم روزانه 200 قربانی می گیرد، از نظامیان و غیر نظامیان. وزارت امور داخله نیز می گوید در 6 ماه نخست سال جاری حدود 3500 تن از غیر نظامیان در حملات طالبان کشته و زخمی شدند. این وزارت اما از تلفات نیروهای امنیتی در این مدت جزئیات ارائه نکرد. با تأسف ما باید بگویم که برای افراد ملکی و برای هموطنهای ملکی ما تلفات سنگین وارد شده و نزدیک به 3500 تن از هموطنهای ملکی ما شهید و مجروح شدن که یک جنایت جنگی است و یک جنایت کلان است علیه مردم افغانستان که از سوی طالبان انجام شده. این جنگ مدت هاست که ادامه دارد، اما طی ماهای اخیر شدت گرفته و حداقل در 24 ساعت گذشته از اروزگان و قندهار و هلمند در جنوب تا بامیان و کاپیسا و بلخ و بدخشان در شمال همه را در نور دیده است. این در حالی است که چند پیش نعیم وردک سخنگوی هیئت مذاکره کننده طالبان گفته بود برای برقراری آتش بس علت جنگ در افغانستان باید مشخص شود. این گروه در مقاطع هم مدعی کاهش خشونت ها بوده است. با این وجود اینجا همه نگرانند. سناتوران میگویند از طرف جنگ شدت گرفته و از جانب دیگر مذاکرات دوحه با کندی و چالش مواجه است. مذاکراتی که به گفته رئیس جمهور غنی اولویت حکومت در آن برقراری آتش بس است. اگرچه ما با چندین عامل آشفتگی روبرو هستیم، اما یک اولویت روشن و فوری برای افغانستان وجود دارد و آن آتش بس است. پایان فوری خشونت ارزشمندتر از همه چیز است و برای ما فرصتی پیشرفت می دهد. بنابراین از همه اعضای سازمان ملل می خواهم برای رسیدن به صلح افغانستان را کمک کنند. قریباً 11 روز کیگی دوی لخوا پا ایجانډا اوس تر اوسه پورې موافقه نه کیږي. فکر نکوم دا نتیجه ته ورسیږي. با گذشت 11 روز از آغاز مذاکرات هنوز هم گروه های تماس دو طرف روی اصول کاری به توافق نرسیدند. موارد اختلافی که به گفته شماره سناتوران جایش در مذاکرات مستقیم و رو در روست، نه حالا. قرار دارن اینها بالای موضوعات بحث میکنن، بالای جزئیات بحث میکنن، وقت خود را سپری میکنن که او اصلا به اصول وظایف یا طرز العمل یا رهنمود ارتباط ندارد. اینها هم دقیقا در این معامله در دو هستند که هر کدامشان میخواین قدرت داشته باشن، بهترین قدرت، بالاترین قدرت، چی عین و غین و چی طالبان دولت به اینان یک کیک تصور میکنن. با این همه انگشت انتقاد سناتوران به طرف حکومت به ویژه نهادهای امنیتی نشانه رفته است. انتقاد از حالت دفاعی نیروهای امنیتی در برابر حملات تهاجمی جنگجویان طالبان. وزارت داخله هم میگوید از آغاز سال جاری تا کنون گروه طالبان 7000 حمله را انجام داده، در حالی که نیروهای امنیتی پس از امضای توافقنامه قطر بیشتر در حالت دفاعی قرار داشتند.